سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به رویای صادقه اشاره میکنیم. ممنون از اینکه امروز هم به ما سر زدید و مثل همیشه با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. رویای صادقه به خوابی گفته می شود که با حقیقت مطابقت دارد. در روایات از رویای صادقه با تعابیر رویای حسنه و رویای صالحه هم یاد شده است. فیلسوفان و عارفان مسلمان رویای صادقه را نوعی کشف و شهود می دانند که در خواب روی می دهد. خوابهای نیکو یا صادقه رویاهایی هستند که به فرمان خداوند بر مؤمنان و بندگان برگزیده خداوند فرود می آیند و معمولاً بشارت دهنده اتفاقات فرخنده هستند. بهتر است برای تعبیر هرچه سریع‌تر این گونه خواب آن را برای یک مؤمن خیرخواه تعریف کنید. همچنین صدقه دادن را فراموش نکنید. رویاهای صادقانه مربوط به آینده بوده و پرده از روی اسراری برمی‌دارند که به حقیقت می‌پیوندند. در قرآن به 7 مورد از این رویاهای صادقانه اشاره شده است. پاکی نفس و ریاضت نفس را از عوامل دیدن رویای صادقه و گناه و پرخوری و عدم سلامت مزاج را از موانع آن دانستند. انواع رویا با توجه به احادیث اسلامی و روایاتی که از ائمه علیه السلام آورده شده است، رویا به 3 دسته تقسیم می شود. خوابهای پریشان، خوابهای شیطانی، خوابهای خوش یا رویای صادقانه. خوابهای پریشان. رویای خوابهای پریشان به سبب پرخوری، گرسنگی، درگیری های ذهنی، هوس و این چنین مسائل بروز می کنند. این خوابها معمولاً در ابتدای شب یا پس از طلوع آفتاب دیده می شوند. همچنین درباره تعبیر این خوابها باید گفت که ارزش چندانی ندارند و در زندگی روزانه محقق نمی شوند. خوابهای شیطانی. رویاهای تلخ و شومی هستند که به سبب استیلا و تسلط شیاطین بر انسانها دیده می شوند. مشهور است که شیطان برای آزار دادن مؤمنان این خوابها را به آنها نشان می دهد. بهتر است برای پیشگیری از تعبیر این خوابها آنها را برای هیچ کس تعریف نکنید. خوابهای خوش یا رویای صادقه. خوابهای نیکو یا صادقه رویاهایی هستند که به فرمان خداوند بر مؤمنان و بندگان برگزیده خداوند فرود می آیند و معمولاً بشارت دهنده اتفاقات فرخنده هستند. بهتر است برای تعبیر هرچه سریع‌تر این گونه خواب آن را برای یک مؤمن خیرخواه تعریف کنید. همچنین صدقه دادن را فراموش نکنید. رویای صادقه را به 3 قسم تقسیم کرده اند. خوابی که به تأویل و تعبیر نیاز ندارد، مانند خواب حضرت ابراهیم درباره ذبح اسماعیل. دوم، خوابی که بخشی از آن نیاز به تعبیر دارد و بخش دیگر نیاز ندارد، مثل خواب حضرت یوسف علیه السلام که در آن خورشید و ماه و ستارگان نیازمند تعبیر بود، اما سجده آنها تعبیری به جز خود سجده نداشت. و سوم، خوابی که به تعبیر کامل نیاز دارد، مانند خواب پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف علیه السلام. ممکن است این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که چگونه بتوانیم خوابهای پریشان و دروغین را از رویاهای صادقه تشخیص دهیم. ساده ترین روش برای تشخیص رویای صادقه به وقوع پیوستن رویاست. یعنی اگر شما رویایی در خواب دیدید و چند روز پس از آن رویایتان به وقوع پیوست، می توانید اطمینان حاصل کنید که آن خواب یک رویای صادقه بوده است. راه‌های دیگری نیز برای تشخیص رویای صادقه وجود دارد. به عنوان مثال شفاف و روشن هستند. یعنی خوابهای صادقه معمولاً شفافتر و روشن‌تر از خوابهای دیگر هستند.
همچنین انسان در این خواب احساس بیداری دارد. مورد بعد سیر خطی دارند. یعنی خوابهای صادقه اغلب سیر خطی دارند. به این معنا که از یک نقطه آغاز می شوند و به نقطه ختم می شوند. در حالی که خوابهای پریشان در هم و بی سر و ته هستند. یا یعنی اینکه پاسخ به سؤالی در آنها نهفته است. گاهی پیش می آید که شما سؤالی در ذهن دارید و شب هنگام خوابی درباره جواب آن سؤال می بینید. این گونه از خوابها معمولاً رویای صادقه هستند. مانند خوابهایی که خانواده شهدای گمنام درباره جا و مکان فرزندان خود می بینند. خواب پیامبر. کسی که مرا در عالم رویا ببیند بی تردید درست دیده است. زیرا شیطان به صورت من و به صورت هیچ یک از اوصیای من و به صورت هیچ یک از شیعیان من نمودار نمی شود. بحرالانوار جلد 49 باب 19 صفحه 283. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرمایند اگر روزی مرا در خواب دیدید بدانید که رویایتان صادقه است. چرا که شیطان توانایی آمدن در خوابها با لباس پیامبران و ائمه معصومین را ندارد. پس اگر شما خوابی دیدید که یکی از ائمه یا بزرگان دین در آن حضور داشت، احتمالاً رویای صادقه است. امام صادق علیه السلام درباره رویای صادقه می‌فرمایند رویاهای مؤمنان صحیح است، چرا که نفس مؤمن پاکیزه است و یقینش صحیح. زمانی که روح از بدنش خارج می شود با ملائکه دیدار می کند. در نتیجه خواب او مانند وحی هست. البته توجه داشته باشید که منظور امام صادق علیه السلام از مؤمنان اشخاصی است که در درجه والایی از ایمان قرار دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره رؤیای صادق فرمودند در آخر زمان رویاهای مؤمنان دروغ نیست و هر کس که راستگوتر باشد رویایش صحیح‌تر خواهد بود.